عرض سلام و ادب خدمت شما شاگردان مکتب هادی به برنامه آموزشی درس کیمیا خوش آمدید امروز با حل سوال های نمونه کیمیا سنفی هفتم فصل دوم در خدمت شما عزیزان هستیم دوسفیر 964 780 255 چهیل 13 نمبر ارتباطی برنامه است که از این طریق میتوانید سوال ها و کار خانگی خود یا پشنهادات خود برای ما در فضای مجازی روان کنید. با حل سوال های نمونه ای فصل دوم با ما همراه شوید. فصل دوم کیمیای سنف هفتم در رابطه با اقسام ماده هست. می که سوال هایی که مربوط به فصل می باشد را با هم یک جای حل کنیم. سوال اول مخلوط متجانس و غیر متجانس را با مثال توضیح دهید. ما در متن درس شاگرد یاد گرفتیم که مخلوط متجانس است و مخلوط غیر متجانس. اگر ماده حل شونده به طور یک نواخت در محلل حل می شد ما با آن مخلوط مخلوطی متجانس می گفتیم. مثال آنچه می تانست باشه مثالش آب و بوره یا آب و نمک که نمک یا بوره را به داخل یک محلل اگر حل می به طور یک نواخت حل می شود. و مخلوط غیر متجانس که برعکس مخلوط متجانس هست وقتی که حل شونده به داخل یک محلل حل می شد به طور یک نواخ در محلل پخش نمی شد مثالش می تانیست مثال چی باشه؟ مثال آب و رگ یا براده آهن می تانه باشه با یک فلز دیگه اینها مثال هایی از مخلوط های غیر متجانس بود سوال دوم جدا کردن محلول مایع در مایع توسط چی عملیه انجام می شود. الف تبخیر، ب تقطیر، جیم فیلتر کردن و دال تسعید. خب خوب به سوال دقت کنی شاگردا گفته جدا کردن محلول مایع در مایع. دو نوع مایع داریم که با هم مخلوط شده است و کدام یک از روش های زیر ما میتونیم که این دو مایع رو از هم جدا کنیم. چون دو مایع با هم مخلوط می شود ما میتونیم با کمک عملیه تقطیر این دو محلول رو از هم جدا کنیم به این صورت که دو, ما... دو, مایه که با هم محلول شده است رو طبق درجه قلیان آنها با کمک عملیات تقدیر آنها را از هم جدا می کنیم مایه که دارای درجه قلیان کمتری باشه یعنی زودتر به قلیان در بیاید به همین خاطر زودتر جدا سازی میشه از محلول پس با کمک تقدیر ما می که محلول های مایع در مایه رو از هم جدا کنیم سوال سوم اجزای مخلوط های غیر متجانس جامد در مایع را توسط جای خالی از هم جدا کرده میتونیم دقت کنید گفته مخلوط جامد در مایع ما در متن درس با انواع عملیه ها برای جدا سازی انواع مخلوط ها آشنا شدیم یک تو از این عملیه ها جدا کردنه مخلوط های جامع در مایع بود یا جدا کردن بعضی از ناپاکی ها از مخلوط ها بود که به کمک عملیه فیلتر کردن اگر یادتان باشد ما مخلوط های جامع در مایع را از هم جدا میکردیم به این صورت که یک کاغذ را به صورت قیف درست میکردیم و بر روی دهنه یک ارلن مایر قرار میدادیم و بعد از اون محلول جامد در مایه را ریخته میشود به داخل کاغذی که به صورت قیف به شکل قیف در آورده بودین و باعث می شد که اون ناپاکی ها یا اجسام جامد بر روی کاغذی که به صورت قیف در آورده بودین بر روی او باقی می مان و مایه بداخل از طریق کاغذ به داخل ایلن مایر ریخته می شد و جمعوری می شد به ترتیب مخلوط جامد در مایه به کمک عملیه فیلتر کردن جدا سازی می شد سوال چهارم محلل و ماده منحله از هم چه فرقی دارد در مثال آب و بوره ماده منحله و محلل را مشخص نمایید خب ما با تعریف های محلل و ماده منحله در متن درس آشنا شدیم در فصل دوم محلل جزئی از محلول بود که بیشترین فیصدی محلول را تشکیل میداد و محلل به جزی گفته می شد که ماده منحله یا حل شونده را به داخل خود حل می کرد. اما ماده منحله یا حل شونده به ماده گفته می شد که کمترین فیصدی محلول را تشکیل می داد و همچنان ماده بود که به داخل محلل حل می شد. این تعریف از محلل و ماده منحله. در مثال آب و بوره اگر شما محلل و ماده منحله را مشخص کنید آب چون بیشترین فیصدی محلول را تشکیل می دهد، پس به عنوان یک محلل شناسایی می و بوره را که کمترین فیصدی محلول را تشکیل می به عنوان ماده منحله یا حل شونده تشخیص می دهد. سوال پنجم کدام جمله صحیح نیست؟ الف کتله مواد منحله جمع کتله ماده محلل مساوی شود با کتله محلول. به حالت فیزیکی ماده منحله در سرعتی حل شدن مواد در محلل تأثیر دارد. جیم آب نوعی انصور است و دال رگ در آب غیر منحل است. خب تک تک جملات رو باید بررسی کنیم و نگاه کنیم که آیا صحیح هست یا نه و جمله ای که صحیح نیست رو مشخص کنیم جمله اول در قسمت الف را دقت کنید گفته کتله مواد منحله را اگر جمع کنید با کتله ماده محلل میشه کتله محلول ما جمله صحیح هست که تحفظ قانون تحفظ کتله را برای ما نشان میدهد کتله ماده حل شونده را جمع کنید با کتله ماده محلل میشه کتله محلول قسمت به حالت فیزیکی ماده منحله در سرعت حل شدن مواد در محلل تاثیر دارد این را هم در متن درس ما شما با هم کار کردیم هرچی ماده منحله ما کوچکتر و ریزتر باشد سرعت حل شدن آن در محلل هم بیشتر می شود پس جمله هم صحیح است قسمت جیم آب نوعی انصور است مولکول آب را شما فرمول مولکولی آن را در درس یاد گرفتید فرمول مولکولی آب h 2 o هست که از مجموعه از انصور های سمبول ها تشکیل شده است از انصور های اکسیژن و دو اتمی هیدروژن پس یک نوع مرکب است یک نوع انصور نیست پس جمله غلط است دال هم که گفته رگ در آب غیر منحل است یک جمله کاملا صحیح هست رگ هیچ در آب حل شده نمیتانه سوال ششم این که انحلالیت بوره 205 گرام است به چی معناست؟ شما با تعریف انحلالیت در متن دست شاگرد آشنا شدید. انحلالیت چی بود؟ انحلالیت بیشترین مقدار ماده حل شونده بود که در 100 میلی لیتر آب در یک دمای معین حل می شود. خب وقتی گفته شده است که انحلالیت بوره 205 گرام است به این معناست که در بوره در 100 میلی لیتر آب بیشتر از 205 گرام حل شده نمی تاند. بیشترین انحلالیت آن 205 گرام است. سوال هفتم در صورت حل نشدن یک ماده در یک محلل یک مخلوط جای خالی به دست می آید. خب اگر یک ماده حل شونده به داخل یک محلل حل شده نتواند چه مخلوط به دست می آید؟ مخلوط غیر متجانس پس در جای خالی باید نوشته کنید مخلوط غیر متجانس که مثال های زیاد رو هم با هم کار کردیم. نمونه آن مخلوط آب و رگ بود. سوال هشتم کدام یک مخلوط متجانس است و کدام یک مخلوط غیر متجانس؟ الف نخود و کشمش ب آب و بوره جیم آب و رگ و دال ماش پلو. باز با تعریفی که از مخلوط متجانس و غیر متجانس یاد گرفتید توانید هر کدام از گزینه ها را بررسی کنید که کدام یک متجانس و کدام یک غیر متجانس است قسمت الف نخود و کشمش یک مخلوط غیر متجانس است شما می توانید که دانه های نخود و کشمش را برایتی از هم جدا کنید قسمت ب آب و بوره اگر بوره را به داخل آب که یک محلل هست حل کرده حل شود شما نمیتونید توانید آب و بوره را از هم جدا کنید مگر به روش ها و عملیه هایی که برای جدا سازی مخلوط ها استفاده می شود. و چون بوره به طور یک نواخ در آب حل شده هست شما پس یک این را به عنوان یک مخلوط متجانس شناسایی میکنید جیم آب و رگ رگ را به داخل یک گلاس آب ریخته شود شما کاملا به طور واضح مشاهده میکنید که یک مخلوط غیر متجانس است و قسمت دال ماش پلو شما ماش پلو را که پخته میکنید مشاهده میکنید که دانه های ماش را از پلام میتونید به راحتی تشخیص بدین و جدا کنید پس این هم یک مخلوط غیر متجانس است سوال نهم سنگ پا یک مخلوط جای خالی است شما در متن درس با انواع مخلوط ها آشنا شدید سنگ پا هم از جمله اجسامی بود که شما یاد گرفتین در متن درس اگر یاد تود باشه شکل سنگ پا را که دارای یک حفره هایی بود که یک حفره ها نشان دهنده خارج شدن گاز ها بود پس یک مخلوط گاز در جامد می باشد پس در جای خالی باید نوشته کنید که یک مخلوط گاز در جامد است سوال دهم ده در صورتی که جسم جای خالی شود نسبت به ذرات نسبت به ذرات بزرگتر زودتر و بیشتر حل می شود خب این جمله چه نشان می دهد تاثیر حالت فیزیکی ماده حل شونده را اگر یک جسم هرچی رزتر ریزتر شود یا میده شود باعث میشه که نسبت به ذرات بزرگتر زودتر و بیشتر حل شود به داخل یک محلل خب شاگردان عزیز سوال های فصل دوم کیمیای سنف هفتم با رسید امیدوارم که با حل سوالات بیشتر درس را با مهارت بیشتری کار کنید و یاد بگیرید شما را به خداوند بزرگ می سپارم خدایا رو نگهدارتان باشد